در پیت؟ بله. کی؟ من یا مجلم؟ دایی جون شما. آها. نه گفتن که یعنی مجلتون در پیته. آها. اونا گفتن آقای کاخسیت من یه چیزی دیدن که میگن دیگه به قول شاعر تا نباشد چیزا که مردم نگوین چیزها هست یه چیزی که میگن. خب حالا داستان نمیخواد واسه من درست بکنی بس دیگه. چی بوده قضیه؟ بگید بینم از اولش برام تعریف کن. بس بچه آدم. چشم دایی جان من امروز صبح دفترم نشسته بودم. خب نشستم حمید اومد گفتش که آقا رحمتی یه چیزی بگم نه نمیگی؟ نه که نمیگم چرا بگم؟ یه گروه فیلم برداری بودن اومدن حالا ولش کن شهرم نمیاد ببین یه گروه فیلم برداری اومدن شهر کوچه دارن فیلم میسازن بعد یکی از اون هنرمندایی که من خیلی دوستشم دارم داره توش بازی میکنه خب نداره که دیگه چقدر بیزوقی بریم اونجا شما ازش گزارش تهیه کنید باهاش مصاحبه کنید اینا بعد منم دست بندازم گردن بازیگر باشین دو تایی با هم عکس بندازیم نمیشه اولا که همایون نیستش دوم باید هماهنگ کرد رفت اونجا نمیشه که همینجوری بریم اونجا سرمون روزیم پایین بریم توی که عزیز من یعنی چی نمیشه بابا خیلی سخت میگیری همایون نیست که نباشه من یه دوربین عکاسی کوچولو دارم میریم با هم وای میسیم عکس میندازیم بعدش هم تازه هماهنگی نمیخواد که اونا چون میدونن شما از مجله اومدید خیلی تحویلتون میگیرن بعدش تازه مگه من اولش نگفتم یه چیزی بگم نه نمیگی گفتین نه که نمیگی نه که نمیگم پاشو بریم پاشو بگیرشین کجا ببینم شماها ما رو مچل کردی؟ نه آقای کاووسی اونا شما رو مچل کرد خیلی خب بس دیگه بعدش چی شد؟ هیچی دیگه دایی جان ما رفتیم اونجا گفتن که باید هماهنگی قبلی میکردیم خب اینه که درست گفتن بله باید هماهنگی میکردیم خب بعد گفتن که چون چیز گروه ما سخت مشغول کاره به هیچ عنوان نمیتونید مصاحبه کنید بعد تازه من یه دوربین عکاسی که برده بودم اونجا عکس بندازیم یواشکی از اون هنرپیشه 7-8 عکس خوب انداختم یواشکی رفتم پشت ماشین قایم شدم انداختم از پشت درخت انداختم بعد یه یکی اومد یقمو گرفت آره خب بعدش شد هیچ چیز دیگه دایی جان گفتن که شما مجلهای زرد هستین ما گفتن اینا بله تازه فیلم دوربین منم در ورد آقا کاپسی تلفن فیلم دوربین منو بده من گفتم شب تو دکه زحمت خیلی خب حالا نمیخواد گریه بکنی این که چیزی از در پیت توش نبود که در پیت چیه خب منظورشون همینه دیگه وقتی ما رو انداختن بیرون محلمون نذاشتن یعنی چی یعنی شما در پیتید با زبان بی زبانی بله در پیت یعنی بله یعنی ما رو اصلا اندازه ندونستن بس میگی ببینم اون وقت با این بچه اینجوری کردن تو همینطور وایساده بودی با این قد و بالا و هیکل وایساده بودی واسه من نگاه میکردی بر هیچ عکس العملی حرفی حدیثی هیچی لاجو اصلا نذاشتم ما نگاه کنیم اصلا گفتم برو بیرون نذاشتم اصلا من برم چیکارم که میرفتم گلاویز میشدم ما تازه خیلی دوست داشتیم نگاه کنیم نذاشتن نگاه کنیم که اینم اصلا طرفداری نکرد گرفتم ما بلگت پرت کردم بیرون ای خاک برسه برای چی دایی جان خاک آلا زهر مار دایی جان بی غیرت تو یعنی غیرت نداری کاری میکنم فیلمشون 2 قرون نفروشه 2 قرون مجله من در پیته یه بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند که در آفرینش ز یک گوهرند اگر به اندازه یه نخود یه عدس یه ماش یه جو غیرت تو وجودتون بود اینجوری وا نمیستادید اینجا و منو بر نگاه بکنید قربون پس ما باید چجوری به نظر شما وایسیم مزه انداخت بی مزه مزه انداخت راحت کردی خودتو در این شرایط بحرانی که این هفته نامه با بحران طرفه و کشتی که
کشتی این هفته نامه که انقریب به گل خواهد نشست، در این طوفان و تلاطم و امواج پرخروش اقیانوس داره به گل میشینه، یه کارگردان بی معرفت از خدا بی خبر به ما اومده توهین کرده. آقا چه توهینی کرده به ما؟ در پیت. در پیت؟ بله. نمیدونم میدونی در پیت یعنی چی یا نه؟ نه. از این وقتی میخواستن این حلب و این نمیدونم این دله پیت رو که نفت میریختن توش ببرن این بر اون بر، تکون میخورد میریخت، این روزنامه رو مچاله میکردن میذاشتن تو اون محبس که نفت بیرون نریزه. اینو بهش میگن در پیت. معنای در پیت یعنی این. این مجله و ما رو در پیت نامیده. با این آقای رامین خان که از صبح رفته اونجا علی طلوع تا غروب دست رد به سینش میزنن، مصاحبه باش نمی کنن و اشک این بچه طفل معصوم رو هم که میبینید اینجوری در میاد. نه نگاه کنید ببینید چی کار کردن. آخه من میخوام ببینم این طفل معصومی که حالا روی عواطف کودکانش بلند شده راه افتاده رفته اونجا، میخواسته از اون هنرپیشه مورد علاقش یکی دو تا عکس بگیره، یا با هم دست بندازن گردن هم عکس بگیرن بزنه تو دکش، یا اون که بلند شده رفته برای مصاحبه، حالا به جهنم. ما توهین بهمون شده، من میتونم بگذرم ازش، با این چه باید بکنم؟ توهینی که به این دوتا شده، عکس اینی بگیرن و به این روز بندازن. آقایی که خودتو کارگردان خطاب میکنی، آقای هنرمند که ما رو در پیت قلم داد میکنی، این رسم مردونگیه، این رسم مردی مردونگیه که با ما اینطوری رفتار بکنی. تو نمیدونی این جماعتی که اینجا هستن اگر بخوان میتونن به روز سیاه بشوننت، میتونن زندگی تو سیاه کنن، فکری نمیکنی؟ چجوری آقای کاووسی؟ چجوری؟ مثل که شما هنوز ما رو نشناختید خانم دریکون. نه اختیار دارین، اگه نمیشناختیم بهتون که خواهرمونو بهتون نمیدادیم. بها به روز سیاه میشونمشون، به خاک میشونمشون. انتقام عشقای این ازشون میگیرم. یعنی هممون مسئولیم که انتقام عشقای این طفل معصوم ازشون بگیریم. همه مسئول، همه مسئول. حالا باید چیکار کنیم ما؟ با چیکار کنیم؟ بله آقا. به روز سیاه بشونیمشون، کاری بکنیم که فیلمشون دو قرون نفروشه. مگه نگفتم براتون؟ بیچارهشون میکنیم. آقای کاووسی چه جوری آخه؟ چه جوری؟ این تازه مقدمه‌شه. بعداً باید واقعاً با فکر، با تعمق، با اندیشه باید کار کرد. استراتژی، تاکتیک، تکنیک و ضربه نهایی که از بین ببریم. این کار شما اصلاً کار درستی نیست. به این کار میگن خصومت شخصی آقا، خصومت شخصی. تو این دور زمانه مطبوعات باید به واقعیت ها وفادار باشه، باید فقط واقعیت ها رو چاپ کنه. اون وقت تو این موقعیت این کار شما یعنی چی؟ یعنی خصومت شخصی. خانم کاووسی این حرفا چیه شما میزنید؟ ببین الان کسی که اینجا نیست که، خودمون دوتا هستیم. درست قبول دارم، من زردیم، ما همونطور که به ما گفتن زرد، قبول دارم زردیم، ولی این نباید جلوی جمع که اذعان بشه، که نباید منو جلوی جمع بگن آقا شما زردید. میدونی زرد یعنی چی؟ زرد یعنی بیبو، یعنی بیخاصیت، یعنی بیفایده، یعنی علصبیه، یعنی اصلا هیچ. اگه هیچی بگن باز بهتره. زرد یعنی چی؟ اصلا چه رنگیه؟ معناش میدونی یعنی چی؟ من فقط اینو میدونم که اگه یه کاری دست خودت بدی میفته تو زندان. هیچ فکر اینجاشو کردی تا حالا؟ آقای کاووسی دیگه شما عذب نیستی، دیگه مسئول یه خانواده ای، دیگه زن بچه داری. فکر کردی که یه وقت کار دست خودت بدی تکلیف منو بیچاره چی میشه؟ هنوز که طوری نشده ناهید خانم. کجا زندان، حواسم جمعه. شما ناراحت من نباشید، حواسم جمعه. اینقدام دیگه چیز نیستم، بیگدار با آب نمیزنم. میخوای مثل سیب زمینی که داری پوست میکنی بی رگ و ریشه باشم، کدو باشم، بی خاصیت، بی غیرت بشم؟ بابا به ما گفتن در پیت. شما میدونی معنی در پیت چیه؟ در پیت یعنی به درد نخور و بیارزش. البته خیلی واژه توهین‌آمیزیه. البته در مورد مجله شما خیلی هم توهین‌آمیز نیست. بله؟ دستت درد نکنه الهام خانم، دیگه دستت درد نکنه. از وقتی مریض شدی، سرخچه گرفتی، همینجوری بی‌پروانه داری با ما حمله میکنی. بابا اگه آقای کاووسی بفهمه تو یه همچین چیزی به ما گفتی، مطمئن باش به همین حالت مریضی منو وادار میکنه که طلاقت بدم.
این چه حرفی تو میزنی؟ ولی تا حالا دامادمونو اینقدر مصمم ندیده بودم. کدوم دامادتونو؟ آقای کابوسی رو دیگه. مامانم میگه از صبح تا شب نشسته تو خونه یه بند داره مینویسه. آره میگه باید سنجیده عمل کرد. من تا حالا ندیده بودم اینقدر سنجیده عمل کنه. تازه طرحاشم داده، یعنی به بچه‌ها گفته طرحاشونو بیارن خودش ببینه انتخاب کنه. آفرین آفرین آقای کاووسی، آفرین، من بهش افتخار میکنم. آخه آقای کاووسی چه به این کارا؟ آقای کاووسی باید بچه‌ها رو جمع کنه اونجا شروع کنه سخنرانی کردن و در مورد بحران دفتر و لخ شدن دفتر و پنچر شدنش صحبت کنه، یا بیاد توی خونه چون خاله بدبخت ما رو به لب برسونه. همین، کار دیگه‌ای بلد نیست. چی رو به چی ربط میدی فری؟ ربط نداره. همه چیز تو این دنیا با هم دیگه ربط داره خاله جون. اون روز که اومده بود خواستگاری آقای کاووسی، من جس میزدم و جس جگر میزدم و میگفتم به خنده های موزیانه این مرد توجه نکنید. ها اون موقع چرا توجه حواستون کجا بود؟ اون موقع چرا هیچ توجهی نمیکردید؟ الان اینجوری شده ها؟ نمیدونم ولی به نظر من و حرف زدن ما مین آشپزی مدرن شده، همه چی رو با هم دیگه قاطی میکنه. به نظر من آقای کاووسی نباید از یک رسانه عمومی به عنوان یک سلاح شخصی جهت خصومت‌های شخصیش استفاده کنه. همین. بابا شما هم که میگی خصومت شخصی، خصومت شخصی، من میگم اونا دل اون بچه رو شکوندن. اون طفل معصوم چه گناهی داشته؟ با احساسات من بازی کردن، احساسات منو جریحه‌دار کردن خانم کاووسی. بله احساسات شما به خاطر دل شکوندن اون بچه جریحه‌دار نشده، به خاطر درپیت بودن مجلتون جریحه‌دار شده آقای کاووسی. ببین خانم کاووسی اومدی و نسازی. ببینم اگه شما تلویزیون نگاه نمی‌کنی. چرا؟ اون برنامه مستند حیات وحشیش رو خیلی دوست دارم، ولی من بیشتر کتاب میخونم. خب البته خب کتاب میخونی، تو همون کتابایی که میخونی ننوشته که زن و مرد یک روح هم در دو بدن باید پشتیبان هم باشن، زن و مرد باید هوای همدیگر رو داشته باشن؟ آقا اینجوری؟ بنداز دیگه. پس چجوری؟ این چه قیافه اینجوری؟ اینجوری مرد حسابی؟ من میگم نذاشتن اینو من برم هنر پیشه مورد علاقه هم ببینم، وقتی اینجوری مو تو مجله چاپ کنن. اینو الان این خوبه، همین خوبه. آره آره این آره. خوبه دیگه. میخوای یه دونه کاسه هم پیدا کنیم بذاریم زیر صورتت پر آب کنیم بگیم این اشکای این بچه است؟ آره فکر خوبیه، بذار کاسه رو بیارم. ولی حیف تو کاسه هم پر دوغه. خب بهتر، میگیم اشکای این بچه سفیده. آره بعد زیرش بزنیم عکاس این مجله هم بامزه است. بامزه؟ اختیار دارید حمید جون، شما بامزه ترین. آره خوب این تزایی که شما میدید معلومه من بامزه ترم. تو بمب ننکی، من که اصلا به بامزگی شما نمیرسم که. دیروز سیدی آقای کاووسی رو چجوری سر کار گذاشتم، چه فیلمی واسش بازی کردم، اوه رو تابو کردم. اصلا کار خوبی نکردی، من خودم فهمیدم، ولی اصلا کار خوبی نکردی. خیلی کار خوبی کردم، یه بخش به بخش مجلتون اضافه شد دیگه. لطف کردم در حق آقای کاووسی. لطف کردی؟ بله. چه بخشی به مجله اضافه میشه؟ بخش آبرو برام. شما ها مثل این که نفهمیدید دیروز من چی گفتم، توجه نکردید. یک ساعت اینجا واسه کی سخنرانی میکردم من؟ آقای کاووسی نه واسه کی سخنرانی میکردم به من بگید. برای ما دیگه. این که چیز عجیب این ساقه، شما تقریبا هر روز برای ما سخنرانی میکنین دیگه. بله آقا، آقای کاووسی من عارضم خدمتتون که با وجود این که شما پدرزن ناتنی من و شوهرخاله ناتنی من و مدیر مسئول تنی من در این هفته نامه هستید و من با وجود این که سردبیر این هفته نامه هستم، هیچ وقت به خودم اجازه نمیدهم و نخواهم داد که به خاطر خصومت‌های شخصی به دروغ قلم بزنم. هیچ وقت آقای کاووسی. چیکار بکنی؟ قلم بزنم. قلم بزنی؟ بله آقا قلم بزنم. تو قلم زدن میدونی یعنی چی؟ بله آقا. تو مرد حسابی دنبک هم نمیتونی بزنی، قلم بزنی؟ منم که به عنوان مدیر مسئول این هفته نامه اینجا دستوراتم لازم الاجراست و باید اجرا بشه، نه جناب عالی. اینه بدون. آقای کاووسی ببخشید ولی اینجا اولا هفته نامه بود، پادگان نیست. خوب حرف میزنی آقای سپهری، خوب داری حرف میزنی. خوب آقا، خوب یاد گرفتی. خوب آقا، خوب. بفرمی بیرون. بفرمی هر جور راحت. بفرمی به کجا بشین؟ من که آقای کاووسی کاری از دستم بر نمیاد، من یک عکاس ساده و خورده پا هم. تو منو مچل میکنی؟ اسمش مچل آقا؟ نه مچل این دیگه، بگو مچلت کردیم آقای کاووسی.
این اسمش مچله؟ بله اسمش مچله. باید یه فکر اساسی من بر شما ها بکنم، اینجوری نمیشه. و میکنم میکنم، تکلیفتون یه سره میکنم. بفرمایید بیرون شما. چشم. دایی جان. جانم دایی جان. اگر بینو بسر. مخلصی. اگر بینو بسر. چکر. میخوام اینجا ما رو تنها نذاری. یعنی بخشی از این هدف من و خواسته من جواب دادن به اون اهانتیه که یه جورایی هم به تو شده تو این هفته نامه. میخوام کمکم کنی. ببینم میتونی یا نه. باید کمکم کنی. تنها هم نذاری. آخه بی آخه که میخوای التماست کنم؟ نه بابا باید کمک کنی دیگه. چشم نه باید منو تنها بذاری، باید بگه چشم اجرا کنی. چشم دایی جان من در کنارتون هستم. چشم میدونستم که بچه یه حلال زاده به دعیش میره. لهشون میکنی. ببین منو لهشون میکنی، بلایی به سرشون بیارم که آتشی به پا بکنم که یه اقیانوس آب کم باشه واسه خاموش کردنش. شد؟ به خاطر یک مش دلار شش بعد بختی با یه مش دلار بزن تو ملاجش ها. خوبی کارگردانی که میگفت من لودگی در کارم نیست ولی بو چطوری آقا مرید؟ خوبی؟ سلام قربان، مبارک، تبریک عرض میکنم. من این موفقیت پیروزمندانه رو به شما، خودم، تمامی اهالی دفتر، به همه و همه تبریک عرض میکنم. باریکلا همین بحث فروشت تو بوده. عالی بود آقا. میگم ای کاش من زودتر میرفتم سر صحنه فیلم برداری. چطور مگه نداره آقا، فروش شما انقدر میرفت بالا. میگم میخواید این بعد بریم هر روز سر یه جه سر فیلم برداری بعد دعوا را بندازیم؟ جواب میده آقا، خیلی فروش رفت بالا. اینو یواشکی برداشتیم بردی مشتری ها نبینن. بحه دره واسه چی میبندی؟ آقا کار داریم، نشنبم بچه ها. ببخشید آقا، ما از اون وقتی که میایم تو این دفتر بالاخره خودمونو عضو این خانواده میدونیم. میدونید بالاخره شما هم برادر بزرگتر من، اگه قبول کنید. حرفتو بزن ببینم چی میخوای بگی، بگو. آقا چیزی نمیخوایم بگیم، فقط میخواستیم بگیم که ببخشید اگه این مجله دست اون کارگردان بیفته دیگه شما رو دادگاه نمیبرن. یعنی چی؟ بس میگی؟ باور کنید همینجا خودشون حکم صادر میکنن، همون وسط هم محاکمتون میکنن. چی داری میگی تو؟ میگم راست میگی؟ آقا دروغمون چی آقا؟ اونایی که ما دیدیم اونقدر تو کارشون جدی بودن، حتما یه بلایی سرتون میارن. میگم یه چند روزی آفتابی نشید، اونا بیان اینجا و میگن رئیستون کن. میگیم ما رئیس نداریم اینا، بعد این نبود اینا میرن خودشون. ها فکر خوبیه، ولی کار دفتر رو به کی بسپرم؟ دفتر رو چه کارش کنم؟ خبرگزاری دلخون که هست، خبرگزاری مستقیم ایشون. شما که تو خونه باشید خبرهای مجله خود به خود به حضورتون میرسه. خب برای کارهای داخلی هم این آقا رامینو بذارید اینجا، بالاخره کارهای داخلی رو انجام میشه. هرچی باشه خواهرزادتونه دیگه. بعید میبینم، بعید میدونم اون بتونه اینجا رو بچرخونه. آقا ما کمکشون میکنیم، بالاخره ما که امتحانمون رو خوب پس دادیم.
میگیم حرف گوش کنه اینا، هر جا هم که مشکل بود لعی میزنیم به شما، از شما راه نمایی میکنیم، خوبه؟ خلاصه ناهی جون، آقای کابوسی قبول کرد که بیاد خونه. آره همین الان راه افتاد، ولی ببین چیزه، ناراحت نشی ها، فکر کنم یکم هم ترسیده بود. میاد خونه چه کنه؟ رو سر من بدبخت خراب بشه؟ تو که باید خوشحال باشی، شوهرت میاد پیشت. خیلی خوشحال میشم. نه اینکه آخه از راه میرسه میگه که ناهید خانم دست شما درد نکنه، خسته شدی بیا با هم دیگه بریم سینما، یا اینکه میگه که ای خیلی کار کردی خسته شدیم با هم دیگه پاشیم اساسمون رو جمع کنیم بریم شمال. نه اینکه میگه. مگه نمیگه؟ بابا تو هم ساده یا دلت خوشه؟ از راه برسه میشینه روی یکی از این مبلا چرت میزنه، خیلی دیگه بخواد فعالیت کنه و از خودش حرکتی نشون بده تلویزیون هم تماشا کنه. وا خب این چه زندگیه، اگه شوهر من این کارا رو میکرد که. خب ببینم نگفت حالا چند ساعت میاد خونه؟ فکر کنم قضیه ساعت و این حرفو نباشه، بگو چند روز. وای بر من، هیچی دیگه، از کتاب خوندنم این چند روز میفتم. فعلا برم الان یه چیزی روبرا کنم. آخه آقا از را برسن میدونین اولی حرفی که به من میزنن چیه؟ نهار چی داریم؟ نهار چی داریم؟ آیو من نه من نظر نامر من تو خدا پس. خوبه دیگه، نه سلامی اینه علیکی، یه با ار را رسیده، نهار چی داریم؟ اه مثل این که شما در جریان امور نیستید سرکار خانم کابوسی. ناهید خانم شما نمیدونید اصطلاحات هر روز تغییر میکنه، عوض میشه، چیزای جدید میاد تو بازار. نهار چی داریم یعنی سلام، نهار چی داریم یعنی خسته نباشید، نهار چی داریم یعنی حالتون چطوره، نهار چی داریم یعنی ممنون، یعنی نمیدونم، یعنی همه چیز خوب الحمدلله. نهار چی داریم همه اینا رو معنی میده دیگه. پس اون وقت نهار چی داریم یعنی برای چی موقع روز پشت اومدی خونه معنی نمیده؟ آها من خب من فکر کردم که شاید حرفا برای دفعات بعد که آدم میشنوه همچین زیاد جذاب نباشه. حرف دفعه اولش قشنگه، دفعه بعد دیگه جذابیتی نداره. چطور؟ من میدونم قبل از این که برسم اینجا خبرگزاری نسرین www.com دلیخون که یه شعبش هم تو دفتر ماست همه اخبار رو از سیر تا پیاز خدمت شما مخابره کرده، اینو دیگه میدونم. تو چیکار به اون داری؟ من چیکارم؟ در نبود دایی ریاست اینجا به عهده بنده گذاشته شده، متوجه هستین؟ به همه هم اعلام شده، اگه به شما نگفتن و نشنیدین به من مربوط نیست. ببینم اگه شما رئیس جمهور شده بودی چیکار میکردی؟ میدونی چی آقا منوچهر؟ تقصیر تو نیست، تقصیر دایی منه که به تو رو داده. متوجهی؟ به تو رو داده عزیز من. کجای دنیا دیدی که آبدارچی با رئیسش اینجوری صحبت کنه آخه؟ مرد حسابی، آقای رامی خان اگه من اون دایید منو دوست داره ما سالهای سال با همیم، چی خیال کردی؟ منم ایشونو خیلی دوست دارم، نه این شما همه اینا که اینجا دارن کار میکنن. به خاطر همینم یه چایی جانانه میخوام وسط نیارم. میدونی چرا؟ مقدمی واسه قلبت خوب نیست. ببین آقا منوچهر، ببین آقا منوچهر، من دایی نیستم. مگه ما گفتیم تو دایی چی؟ من همایونم نیستم. مگه من گفتم تو همایونی؟ چی خیه کردی مرد حسابی؟ تو فکر کردی که ما اینقدر اون شباسمون پرته که بین گل و شاخش تشخیص ندید؟ برو آقا منوچهر، برو برو، بعدا تکلیف تو روشن میکنم. برو بفرمایید. آی سپهری؟ بله قربان. میشه بگین ساعت چنده الان؟ اتفاقا رامین جون یه زنگ بزن 119، منم ساعت ندارم، بپرسین این ساعت چنده، لطف بکنید. بانمک، منظورم این که الان لنگه ظهره، چون الان میایین سر کار؟ بینمک، لنگه ظهر نه، لنگه ظهر. بعدش هم ببینم هر کی رو اون صندلی میشینه اینجوری جو میگیرتش و این شکلی میشه. آی سپهری شما موظفین که به سوال من جواب بدید. خیلی بد ادای رئیس در میاری، اولا بهتر در میوردی، حتما کار داشتم دیگه. هم کار داشتی؟ حالا حلیت میکنم کار داشتن یعنی چی؟ نه دیگه همین خبرو بودش. بله شما خوبین آقای کابوسی؟ بله دیگه. نه هیچ کس سراغ شما رو نگرفته، نه هیچ کس هم نیومده دفتر. بله بله تقریبا همه چی امن و امانه، فقط بله نه چیز خاصی که نه. بله چه هی چرا انقدر تلفن دایی اشغاله؟ آها موبایل. اه خب دیگه همین الانا باید پیداشون بشه، اگه اومدن میدونی چی بگی که توجه که نه گوشی نهید خانم. بله
ناهید خانوم. بله. این تلفن امرام نیست، مثل که تو جیب کتمه. قربون دستت، ببخشید مزاحم شدم. داری آشپزی میکنی. این تلفن منه، بده ببینم کیه. ببین منو خانم دلیخون، بهشون میگی که کابوسی اولا کلاس واسهشون میذاری، بعد میگی که کابوسی رفته واسه یک جلسه تحقیقاتی داره خارج از کشور، رفته اونجا. آره رفته اونجا، سفر تحقیقاتی داره. آره کلاس بذار واسهشون. باشه ببین منو دیگه، خودت جمع جور کنم چیزو، مثل همیشه مرتب و منظم و دقیق. آره جونم، بخونم زنگ بزن، مرتب تماس داشته باش. خداحافظ جانم. سلام دایی. بله سلام دایی. من اینجوری نمیتونم به هیچ مسئولیتی رو قبول کنم. بله شما باید اختیار تام به من بدین. الان آقا فرید در راه رسیده، ازش سوال میکنم که آقا فرید کجا تشریف داشتین؟ به جای که جواب منو بده به تیکه بار من میکنه. بله من اینجوری به هیچ عنوان نمیتونم مدیریت کنم. خیلی خب بابا، تو هم با اون قیافت هی مدیریت واسه من میکنی. انگار مدیریت ندیده است. پس من بدبخت بنده خدا چی بگم که چندین و چند سال اونجا رو با همین اداها چراغش روشن نگه داشتم و نذاشتم خاموش بشه؟ باید بسازی با همه دیگه. اگه نسازی که نمیشه اونجا رو جمع و جور کرد. باید تعطیلش کنیم بریم. تعطیل کنیم بریم؟ باش بابا، این چه حرفیه میزنی آقا منوچهر؟ پسر تو خبر نداری؟ آقای کاووسی در رفته تو خونه قایم شده. این حمید روزنامه فروشه گفت سیه لشکرها گفتن ما میایم اینجا همه چیزو میریزیم به هم، یه فز کتک مفصل هم ماها رو میزنن. آقا منوچهر اون قدام هر دنبیل نیست که. هر دنبیل هر دن کلنگ چرا میگی پسر؟ ببین من از تو زیادم خوشم نمیاد، نگاه نکن اومدم دارم به تو میگم. میدونی به خاطر چیه؟ به خاطر اون نمک که ما با هم خوردیم. من دارم به تو هشدار میدم، ما نیستیم. حالیته؟ آقا منوچهر برادر من، ما که کاری نکردیم. ما نکردیم، کابوسی رحمتی که کردن. آقا منوچهر اصلا به ما چه ربطی داره؟ ما الکی نباید خودمون رو قاطی مسائل اونا بکنیم که، مسائل خانوادگی اونا بکنیم که. چرا نباید بکنیم بابا جون من؟ اونا نمیفهمن، ما که میفهمیم. میدونی تو داری یه فاجعه به وجود میاد، ما باید جلوی اینو بگیریم. ما بگیریم؟ بله. آقا من چرا یه جوری صحبت میکنی که انگار قضیه طلاق و طلاق کشیه. اینو نگاه کن، ای کاش طلاق کشی بود، این قضیه آدم کشیه. میفهمی؟ آدم کشی؟ بله. من نمیتونم، من نمیخوام جزء مقتولین باشم، من نیستم. حالیته؟ حالا ببینم کی میخواد اینجا آدم بکشه؟ من. تو؟ تو مگه کی هستی؟ من هم جانشین رئیسم هم خالزادشم. ببین رامی جان، اگه به فامیل بازیه من از تو فامیلترم. من هم داماد محترم رئیس هستم، هم خواهرزاده زن محترمشون هستم. فرید جان دارم با زبون خوش بهت میگم، من اینجا جانشین رئیسم و تو هم باید تحت اوامر بنده باشی، یعنی خواهرزاده محترم رئیس. ببین من تحت اوامر زنم نیستم، چه برسه به تو. تو؟ بله. تو تحت عوامر زنت نیستی؟ من غلط بکنم الهام خانم، من غلط بکنم، من کی همچین حرفی زدم؟ شما هر چی گفتید من تو زندگی گوش کردم الهام. این حرفا چی میزنه؟ چی اومدی همچین حرفی به تو زده؟ ها کی؟ میدونی چی شد الهام؟ رحمتی اومد یه خورد اونجا شاخوشونه کشید، من برای اینکه یه وقت خدایی نکرده کم نیارم یه همچین حرفی زدم. من معذرت میخوام. لازم نکرده، لطفا از این به بعد تا در مقابل همکارات کم میاری از من بدبخت مایه نذار. چشم. راستی از پدرزن ناتنی گرامی اونجا خبر؟ هیچی، مامانم میگه از صبح تا شب یه بند نشسته تو خونه، دیگه مامانم داره از دستش کلافه میشه. آخه کلافه واسه چی ناهید خانم؟ نکنه خدای نکرده زبونم لال ما اینجا جا رو واسه کسی تنگ کردیم خودمون نمیدونی. نه شما جا رو تعیین نکردی، ولی تو نیستی که نیستی. وقتی هستی جلو چشم من همینطور هی متوجه اشتباهاتو با ضعفات میکنی دیگه. میگم این اوه چی شد؟ این میلام انقدر سنگینه یادم نبود باید داشتم آوردم اینجا، باید اینا رو کوچیکترشون کنیم. من دیگه نمیتونم این میلا رو بزنم. ناهید خانم خیلی بزرگ و سنگینه. بله. میترسم باز دوباره آرتروزه عود کنه. میگم خب مگه بعده شما اطلاعات عمومیت خب اضافه میشه؟ صفات پسندیده و صفات ناجور شوهرتو خب بیشتر بهش آگاهی پیدا میکنی، بعد اطلاعات عمومیت اضافه بشه؟ نه آخه اشکال کار اینجاست که من فقط صفات
بعد همسرمو فقط میبینم اینجوری. خب این باز بهتر از اینه که من بلنشم برم تو اون دفتر کوفتی، اون جماعت یهو بریزن تو دفتر و همه چیز رو زیر رو کنن، منم بزنن لط و پار کنن، له و لوردم بکنن. همچین میگه انگار اونا همشون چه میدونم آدم نیستن هیچ کدوم اصلا. خب اگه بودن که منو مجلمو نمیگفتن در پیت خانوم. ببین کاووسی خودمونی، خب لابا تو مجله در پیت، این که بهت میگن در پیت، یه کار که اصلا در پیت نباشه. اصلا هر چی شما بگید ناهید خانم، ما چی کار بکنیم که شما از ما راضی باشید؟ چی کار باید بکنیم؟ راست میگی؟ بعد بگم؟ بعد کابوسی انقدر دلم حواس نون بربری کرده خوشخوشی داغ، بپر بار تو صف تو نون بربری بخندی. ای به چشم، این که چیزی نیست، من گفتم چی میخواد. الان میرم دو تا بربری برشته دو آتیشه سفارشی پشت رو خوشخوش پرخوشخوش مخصوص خانم دلیخون از این یارو بربری رو برویه میگیرم و میام. ببین منو ناید خانم، رفتم. آقا دوتا نمبر دارم. خیلی مرسی. خدا آقا. مگه نمیبینی صفه؟ با شخصیت صف بایستدن. همینجوری خارج از نوبت میه میگیری یه بری؟ دارم دلت خوشه. نباید به حقوق مردم تعرض بکنین. یعنی چی؟ این درسته واقعا؟ بعد بیای تو صف وایسی، به حقوق مردم که نمیشه تعرض کرد که. حالا گرفتی گرفتی، جهنم خیر نبینی که گرفتی. برو برو. سلام علیکم. قربونه یه کمی سبزی خوردم واسه ما بکش. چش چش. کیلو چند؟ 120. تازه؟ بله. این چیه؟ سبزی خوردن دیگه. سبز. نه اینی که پیچیدی دورش، این چیه؟ ای بابا با سر واز نیست که سواد هم نداری. چرا سواد دارم؟ این همه گل و شل برای چی پیچیدی تو این؟ برو آقا بذار باید بیا، دل خوش سیری چند. چی؟ چی شد آقا؟ چی شد؟ چی اینقدر ناله میکنی؟ سر تو بلند کن، زخم شمشیر میکنم. بلندتر. خیلی خوب. دست شما درد نکن. نگاه کن، یه کار ازش خواستی ما. نبودی که، نبودی ببینی چی شد. به مردک میگم سبزی و با این همه آتاشقال و گل و شلش نپیچ لای مجله وزین شهر قشنگ، میپیچه باز دوباره میده دست مردم. بهش میگم چرا این کار میکنی مردک؟ میگه برو جلو آقا، دل خوشی داری یا دل خوش سیری چند. ببینیم کابوسی، بخری روزنامه مجله آخرش به درد همه کارا میخوره دیگه. تو هم چی؟ بها داری همین کارا میخوره. بها از نسرین چه خبر؟ تلفن نزد؟ چرا خوبه، سلام برسون خوبه. خب نه، منظورم اینه که از این گروهی که قرار بود بیریزن تو مجله چه خبر؟ تلفن نزد بگه چی شد؟ نه چیزی نگفت. نه ای بابا عجیبه ها، هیچی نگفت؟ نه دیگه میگم نگفت. عجیبه. چی عجیبه؟ میگه عجیبه. بابا اونجوری که ما اینا رو بی حیثیتشون کردیم تا الان باید دفتر مجله رو گذاشته باشن رو سرشون، باید آتیک زده باشن همه جا رو. چطور ممکنه نیومده باشن؟ دیگه باید پیداشون بشه یواش یواش. چطور نیومدن؟ لابد نخوندن. میگم لابد نخوندن. کمتر آکن میشنوی. نخوندن مگه میشه نخونده باشن؟ میشه؟ چرا نمیشه؟ فکر کردی همه مردم صف کشیدن دم دکه روزنامه فروشی که تو شهر قشنگ اومد بپرم بخرم بخونم؟ حرفا میزنه واسه من. چطور من اصلا این فکر رو نکرده بودم؟ راست میگه، یعنی مردم اونجا با میستن مجله ما بیاد بگیرن بخونن؟ خب معلومه همچه کاری نمی کنن. اون آبغندو برای من درست کردی یا خودت داری میخوری؟ الان میرم درست میکنم. دیگه حواس نمیذاری برای آدم که. بده من اون تلفن. تلفن که اینجا نیست که. آبغند... همه چیم بغله. آبغندو برای من درست کرد. عوضش تلفن الان میگم بهت.
باش سیمش همه جای خونه میا دب در خونه فریدینا بیا یه سیم بلند هم میکشیم تا دفتر مجله. هفته نامه شهر قشنگ بفرمایید. سلام آقای کابوسی، حالتون خوبه؟ بله. نخه درست گرفتیم این صداها؟ نه هیچی، سر مدیریت جدیده. بله نه هیچ خبری نیستش، نه هیچی نیستش، نه یه مشکلاتی کوچیکه داره حل میشه. بله داره حل میشه. همین باشه، چشم باشه باشه، الان بهش میگم. خدافز. نه نگران نباشی، خدافز. همین 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 تا آسیده بده به من. ببین آقای کابوسی گفت چند تا از این مجله های جدید هفته نامه رو ورم داری میبری سر اون گروه فیلم برداری که به ما گفته بودن در پیتا، زود ببر بهشون بده. بابا آخه اونا که بالا این چیزا پول نمیدن. ای تو چقدر ساده ای، منم میدونم پول نمیدن، باید مجانی بهشون بده، هدیه بهشون بده. برو سوز چی آخه؟ برو لازمه، برو بادو آدویدی. شربورتو بزن بالا. آخه به این گوندگی من چه میدونستم پات اینقدر گونده است؟ اگر نه به جایی یه لگن رفتم یه دونه وان میآوردم. نگاه باشینو دو وای وای که دارم دیوونه میشم، وای که کلافم، نه قلبم داره میگیره نفسم بالا نمیاد. بگو دریغ از یه فحش، دریغ از یه ناسزا، دریغ از یه بد بیرا. پس گوش دار اینا، چرا نمیریزن؟ چرا نمیان دفتر رو زیر رو کنن؟ پس چرا نمیان؟ کابوسی. چرا نمیان منو بگیرن ببرن زندانم کنن، محاکمم کنن؟ کابوسی چی میگی؟ هزیون میگی؟ حرفا چیه میزنی؟ کی بیاد زندانت کنه؟ کی بیاد به فوش بده آخه؟ چی میگی؟ هزیون؟ هزیون چیه؟ دارم حقیقتو میگم. بذار بیان بگیرن ببرن منو از این حالت در بیام راحت شم. بذار بیان بگیرن منو. کی بیاد بگیرته؟ همون نامردا. نامردا میخوای من برم بهشون زنگ بزنم بگم آقای نامردا بیان آخه دوتا فوش بدین، یه دریوری بگین، یه ناسزا بگین، یه چیزی بگین آخه بهش، بیان بگیرینش بنزین زنا. تو نه صداتو میشناسن، آبرومون میره لو میریم میفهمن از طرف خودمون. صدامو عوض میکنم، صدامو عوض میکنم، کاری نداره. آره بکن. باش صداتو عوض کنی، بکن بکن، بزن بلنش بزن بزن. چی شده خانم دلخون؟ چرا اینجا اینجوری شده؟ چرا کسی سر کارش دی؟ اینجا رو چرا اینجوری کردن؟ اتاق رئیس رو چرا قفل کردن؟ چند روزه این خروس جنگی رو بدن به جونه هم. دو روزه دیگه مطالب این هفته بعد داره برای چا، ولی هنوز هیچی آماده نیست. همه به فکر اینن که کی رئیسه کی مروس. این داماد ما رو بگو که انگار نه انگار از ترس جونش رفته قایم شده تو خونه. خب مدیریت نباشه همینه دیگه خانم دلی، مدیریت ندارن. تو هر روزه کمی این از گوره تو بلند میشه، یکی نیست مرد بگه مرد حسابی آخه پاشو بیا سر کارت که اینجوری نشه دیگه. مگه فوقش چی میشه؟ فوقش اینه که یه دست کتکت میزنن دیگه. دستاشونو میشکنم، پاهاشونو یکی یکی قلم میکنم، از پهنا قلم میکنم، دونه دونه موهای سرشونو میکنم میذارم کفته ازشون، به روز سیاه میندازمشون. مگه شهر هرته؟ آخ شهر هرته؟ نه. پیدا کردی تلفنشونو؟ نه. بله از یکی از همکارات گرفتم بالاخره شمارهشون. خب پس پاش بیار بده من خودم زنگ بزنم اقلا. خب پاش برو اونجا زنگ بزن دیگه. ای بابا من میگم پاهام تو لگن گیر خیلی. کرده با باش لگن باش برم باش. زنگ بزنم. نه میرم با لگن که نمیتونم خانم. نه نمیخواد با لگن بری زنگ بزنی. چی برم بگم؟ آقا بیایید منو تکلیف منو روشن کنی، بیایید جلو، بیایید فوش بدید، بیایید یه کاری بکنید، منو بگیرید. بفرمایید. بیایید دیگه نامردا، بیایید جلو تا بهتون بگم. اینم شمارهش، این بالاییه. بده من شمارهش رو زنگ بزنم. شما فقط وایسا تماشا کن. وایسا؟ بشین تماشا کن. نامردا شماها خیال کردید من میشینم تماشا میکنم شما هر کاری دلتون خواهد. پس چرا نمیاد؟ دیگه بلند شید بیایید دیگه. فقط بشین تماشا کن. چشم. الو. یواش. الو کاوسی. اون چی تلفنیه؟ الو سلام عرض کردم، کاوسی هستم، با عرض ادب و ارادت و عرض خسته نباشید خدمت شما. خواهش میکنم از عرض ادب خدمت شما، کاوسی هستم، مدیر مسئول هفته نامه شهر قشنگ. عرض کنم خدمتتون که الو قربان، الو 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 مردک ببین چه کارت میکنم، ده نشون بده خودتو.
اگه به روز سیاه ننداختمه بیچارتون میکنم، همه تونو به روز سیاه میشونم، همه تونو. جواب منو نمیدی؟ حالا دیگه جواب نمیدی؟ به جواب منو بدی، اگه مردی جواب منو بدی، جواب منو بدی. خیلی خوب قیبا کابوسی، کابوسی وای نگاه کن شماره اون شخص شد. کابوسی، کابوسی چی شد؟ الو هیچ کدوم از بازیگر نرم تا من بیام. کی گفته؟ 12 ساعت که نشده. خدافظ. آقا شما چرا خوابیدین اینجا؟ جانم مدیر مسئول اینجا کجاست؟ خانم دلیخون. خانم دلیخون آقای کابوسی کار داره. خودم میدونم خانم دلیخون. بله آقای کابوسی کجاست و چه جوری میشه پیداشون کرد؟ کارتون باشون چیه؟ کارم راجع به آگهی برای تبلیغات فیلم همه که قراره سابستون آینده به نمایش در بیاد. عرق سرد منوچهر بدن کابوسی قلبشون خوب بود. شما چیزی گفتین شما حالشون بدتر شد. نه بابا من چیزی نگفتم، من فقط پیشنهاد دادم به ایشون چون فیلم من قراره که چند وقت دیگه در سینماها به نمایش در بیاد بخشی از تبلیغات فیلم رو به ایشون واگذار کنم. قضیه چیه منوش؟ از این آقا بپرس اومده اینجا منو شکنجه کنه، اومده منو آزار بده، اومده منو به چه زوری، اومده برای چی اینجا؟ بپرس ازش واسه چی باید اینجا؟ منو چند؟ آقای کابوسی بفهمید من اصلا منظورش رو نمیفهمم اصلا. میگن آقا منظورتو نمیفهمن. آقا مگه شما همون کارگردانی نیستی که دوتا از بچه های ما اومدن اونجا که باید مصاحبه کنن، مصاحبه نکردی؟ عکس اون بچه کوچیکم گرفتی از تو دوربینش در آوردی پاره پوره کردی، بچه رو با احساساتش بازی کردید، مگه همون نیستی شما؟ بله قربان یادم افتاد. خب این البته این دوستان شما در کار ما اخلال ایجاد کردن ولی اون قضیه خیلی وقت گذشته و از نظر من تمومه. من الان در این لحظه اینجا هستم برای اینکه تبلیغات فیلم رو به شما و مجله شما واگذار کنم. شما که گفتید ما در پیتیم که شما ما رو مجله در پیت قلمداد کردید، حالا اینجوری میگید؟ من یادم نمیاد که همچین حرفی زده باشم ولی چه اشکالی داره، ما هم در پیتی هستیم. چیون؟ اینا هم در پیتی هم منوش؟ مجله اینا هم در پیتی این خود ما؟ شما هم در پیتی؟ مجله شما در پیتیه، مطالبتون در پیتیه، فیلم ما هم در پیتیه، ما هم فیلم در پیتی میسازیم. بی خود نی شاعر هزار سال پیش گفته مموتر با مموتر، ای مموتر کند در پیت با در پیت پرواز. آقای کابوسی امضا کنیم؟ بفرمایید. خواهش میکنم. امضا که هیچی، انگوش میزنیم، مه میزنیم، هرچی بخواد میریم محضر اصلا. در پیت با در پیت. یکی از شاخصترین، مهمترین و بارزترین وظایف این هفته نامه، مجله وزین و پربار شهر قشنگ، همانا تقدیر، سپاس و تشکر از همه هنرمندان متعهدی است که تمام وقت و نیرو و توان و زندگی خودشون رو صرف ساختن پدیده های بدیع و ارزنده هنری میکنن. وظیفه بعدی ما چیه؟ وظیفه بعدی ما تشویق مردم به تماشای این آثار اصیل و هنریه. وظیفه ما یکشم همینه دیگه، که مردم رو تشویق کنیم برن ببینن اینا رو و پلی باشیم بین هنر و مردم، هنر پدید آمده، هنر اصیل و مردم، و نگذاریم این آثار به وجود اومده محجور بمونن در جامعه. به جهت رشد و پویایی و ترویج فرهنگ در جامعه باید این کار رو بکنیم، باید بکنیم این کار. هنرمندان ما که با این همه زحمت و کوشش و مرارت و مشقات این آثار رو به وجود بیارن باید تشویق بشن، باید بهشون بها داد. حالا دوستان
عزیزان و سربران من در هفته نامه شهر قشنگ، بیایید بشتابیم تا هنر و زیبایی ها رو درک کنیم و به بهترین شکل ممکن اون رو به جامعه القا کنیم و متبلور کنیم در جامعه.